تراسی بالان موش مراشای رد یعقوب عرض شانم خدمت همه سروران گرامی، تشکر از که دعوت ما رو پذیرفتی. انشالا تورات تیلیمایی که خونده شده مورد قبول درگاه خداوند باشه. خدا هم همه بیمارانمون سلامتی کامل اعطا بکنه، افرادی هم که سالم هستن سلامتیش رو استمرار داشته باشه. رسیدیم به ماه ایلول، ماه رحمین، ماهی که لطف و رحمت خداوند بیش از پیش شامل جامعه ما بوده. تکرار میکنیم که انشاءالله امسال هم همین گونه بر ما باشه و خداوند لطف و رحمتش رو بیش از پیش شامل ما بکنه. سر، صفا، آرامش، امنیت، سلامتی، رزق و روزی به خوبی و عاقبت به خیری شامل حال همگیمون باشه. اما در ادامه بحث که از کتاب ماسا شالوم داشتیم، یه بحث دیگه امشب به زرشن و خدمتون هستیم. بله، هبعید اول لول گبه هبعید، صاحب خونه اما نه نسبت به افراد خونواده. یعنی چی؟ مشخصه که هر فردی وقتی که بر اساس تواناییاش، اون شیوهی که خدا او رو خلقتش کرده، میتونه کارایی خودش رو نشون بده و این باعث اعتماد به نفس برای انسان میشه که من میتونم، تواناییشو تو این زمینه دارم که کارم رو به درستی انجام بدم، این برای انسان یه احساس خوشایند ایجاد میکنه که من تونستم این کار رو به درستی انجام بدم. در اطلاع با خانواده هم میدونید یک سری وظایف تراتن از اشها به عهده مرد قرار داده، یک سری وظایف معمولا به عهده خانوم هست. خانوم ها مدیریت خونه رو من به عهده دارم. الان این مدیریت خونه شامل بخش‌های مختلفی میشه، از چیزایی که الان بیشتر به چشم میاد مثلا پخت و پز، نظافت، مرتب کردن لوازم خونه است، که بخش‌ها نحوه چیدمان خونه هست، پرده هاست، شکل اونها و یه مسئولیت‌های به صورت خاص به عهده مرد سپرده شده. حالا در مورد تامین معاش هست، محل زندگی هست، اون چیزی که برای یک زندگی معمول مورد نیاز هست و مرد به عنوان مسئول این خانواده وظیفه تأمین اونها رو داره. مسلماً هر کسی اگر به جا و به شکل درست بهش کمک بکنن خوشش میاد. بعض وقتا این هم رو به زبون میاره که میشه فلان جا به من کمک بکنی، این کار انجام بدی. اما اگه قرار باشه که توی شیوه رفتار کلی اون نسبت به کاری که داره دیگری تو همه زمیناش دخالت بکنه، این جنبه برای هیچ فردی خوشایند نیست، چون که این گونه تو ذهنش القا میکنه که تو نمیتونی، تو بلد نیستی، تو این کاره نیستی. و اگر جنبه هایی که حالا میتونه تو زمینه شالوم بعید مؤثر باشه، تو زمینه کارهای خونه هست. یه جایی خانمها خوششون بیاد و شاید هم بخوانه از شوهرشون که آقا کمک کنه تو کار خونه. حالا چون خانم خونه خسته هست، حالا مثلا ظرفها رو بشوره، ظرفها رو جا بده، اتاق رو مرتب کنه، جاروی بزنه، هر کار دیگه ای تو این زمینه بهش کمک بکنه. اما اگه قرار باشه که تو همه امور خونه حالا یک مرد دخالت بکنه، وسط پخت و پز بیاد بگه نه اینجوری نپز، این کارو بکن. مثالی خیلی ساده است، مثلا چون من میخواد فرش درست کنه، داره چون
پیاز خورد میکنه یا لوبیا خورد میکنه، لوبیا سبز فلان، میگه نه اینجوری خورد نکن درسته، میگه نه اینا درسته، میگه نه اینجوری بهتر میشه. فردی که مسئول بوده از اون کار احساس رضایت نمیکنه، نه تنها این احساس رضایت نیست، بلکه یه جورای توهین به خودش هم قلمداد میکنه که فکر میکنه من خودم بلد نیستم، من تواناییشو ندارم. اینه که یه جنبه رو باید تفکیک کرد بین کمک کردن با دخالت کردن. گفتیم کمک کردن و به خصوص موقعی که آدم خودش درخواست میکنه خوشاینده، البته اگه طبقه اون چیزی که او خواسته رفتار بکنه. دخالت کردن نوعی کمکه، اما بدونه که اون مسئول اصل کار خواسته باشه و نظم کار او رو به هم میزنه و این باعث اختلال میشه. داستان رو تعریف میکنن که فردی بود، دوستی داشت که حالا دوستی سری مشکلات داشت و این تو همه زمینه ها کمکش میکرد، بهش رسیدگی بکنه، کمکش بکنه، براش خرید بکنه، چی نیاز داری، چی کار بکنی فلان. ولی علی‌رغم همه این زحمت ها و تلاش هایی که اون فرد وقت زیادی میگذاشت، انرژی میذاشت، از خودش مایه میذاشت، این باعث دشمنی و کینه شده بود. طرف مقابل وقتی میدیدش اصلا عقل میکرد یا هاش اون ور میکرد، موند که آقا چرا اینجوری برخورد میکنه. نهایتا پاشو رفت یه آخامی که ما دوستی داره، پایسه مشکلات داشته، فلان داشته، من وقت گذاشتم براش، بهش کمک میکنم، رسیدگی میکنم فلان اینا، اما به جای اینکه این همه خدمتهای من خوشایند باشه برای اون، اصلا با من اخم و تخ میکنه، مثل که من دشمنش هستم. آخه من گفت میدونی چرا این حالت براش پیش اومده؟ چرا که این همه کمک کردن های تو باید شده که اون احساس بکنه که خودش توانایی نداره. تو داری در واقع غیر مستقیم میگی تو نمیتونی، تو مثل از اون یه آدم فلجی، معلولی، چیزی هستی که دیگران باید کارات انجام بدن، تو موفق نمیشی. و چون این اعتماد به نفس رو ازش میگیره، براش خوشایند نیست. گو خب حالا چیکار بکنم؟ گو راه چاره اینه که آقا حداقل اینه که اگه تو یه سری کارا رو برامون انجام بدی، فکر میکنی نیاز هست، یه سری کارا هم از اون بخوای که اون برای تو انجام بده. حالا تو زمینه که بلده، چرا نه؟ یه کار برق وارده، میگه آقا میشه مثلا اینکه سیمه میشه که خراب شه، اینو شما درستش بکنین. این بهش اعتماد به نفس میده. در ارتباط با افرادی که حالا به عنوان همکار انسان زیر دستش هستن یا فرزندانش و خانواده، این جنبه هم هست. ممکنه دیگری این کار خاص رو به خوبی خود من انجام نده، اما که قرار بشه همیشه خود من انجام بدم، از دست اونم بگیرم، اونها ایش وقت خوب یاد میگیره، نه ایش وقت اعتماد به نفس پیدا میکنه که آقا من خودم این کار انجام بدم. و کی باعث این ایجاد این احساس شده؟ شما که تو همه کار دخالت کردی. و این خاطر ما هم پیشنهاد داد که آقا یه سری کارهایی که فکر میکنه عده توانش هست، از اون بخواد که اون انجام بده. و حقیقتا بعد دید که نه، رابطه خیلی خوب شد، چون طرف مقابلم این اعتماد براش ایجاد شده که من میتونم حداقل فلان کار خاص انجام بدم، من محتاج اون نیستم، همه چی من نیاز اون ندارم. تو رابطه با زن شوهرم به همین شکل هست. اینا معنیش نیست که پس آقای میگن خب ما هیچ کار نمی کنیم، مدیر خونه خانم هست، من رسیدم خونه فقط بیا از من پذیرایی بکنن، نوشیدنی قرار بدن، خوراکی بیارم، ما بعدم بریم استراحت کنیم بخوابیم. گفتیم یه تفاوته بین کمک کردن. میتونه سوال بکنه که کاری از دست من برمیاد انجام بدم، کمک میخوای؟ و طبق اون میل اون انجام بده. این باعث عشق و محبت و دوستی میشه که آقا به فکر من هم بود، همه کارا رو دوش من ننداخته. اما که خودسرانه خودش بیاد دخالت بکنه که این کارو بکن، اون کارو نکن، زاویه متفاوته. مسلما یک کسی که 20 سال 30 سال توی یه خانواده بزرگ شده، چون فلان خورش رو با فلان طعم خاص دستپخت مادرش خورده، حالا ممکنه دستپخت خانمش یه سری متفاوت باشه.
کاری ندارم که بهتره یا بدتره، اما ممکنه تو زاغه اونجوری عادت کرده این شوره یا بینمک، ترشیش کمه یا زیادی هست، این که خودش دخالت بکنه اضافه بکنه واسه ناراحتی در مقابل میشه که کار منو خراب کرده. اما اینکه به جا به موقع به شکل درست قدرخواه به صورت سوالی که مثلا اگر این کم ترشتر باشه بهتر نیست، یا میشه من این شکلی شور دوستش ندارم، میشه نمک کمتر بزنی سر سفره برای خودت اضافه بکنی، هم خیلی محترمانه تره، به دل طرف مقابل میشینه، راحتن میپذیره و توهین آمیز هم نیست. تا اگه بگه آتو ولن نیستی درست بکنی، اینو باید حتما ترشیش خیلی بیشتر از اینا باشه. همینجوری یه مش نمک میریزی تو غذا فکر میکنی غذا پختی، تو نمک نریز بذار من بریزم، تو فلفل نزن بذار من بزنم، من اندازه‌شو میدونم، تو بلد نیستی دیگه. اون میشه اون قسمت دخالته که برای هر کسی ناخوشاینده. مثلا دقیقا خانمی که خواسته باشه مثلا تو کارهای شوهرش دخالت بکنه، به جای او تصمیم بگیره که امروز مثلا میریم مغازه فلانجور رفتار کن، یا امشب مثلا میخوای بیای داراش کنی فلان چیز رو صحبت کن، اونو صحبت نکن، میگه اون کار منه یا کار توه. همین حالت هم متقابل هم میشه تو زمینه امور خونه هم دید که حتی اگر میخواد کمک بکنه این به صورت شراکت باشه، با نظر خواستن از دیگری باشه، حتی اگر طرف مقابل بلد نیست میتونه عنوان پیشنهاد باشه که میخوای تو فلان زمینه کمکت بکنم، و به تدریج این مسئولیت رو به عهده طرف مقابل قرار دادن، اون حالتی که اعتماد به نفس ایجاد میکنه که مثلا من این کارو تونستم به درستی به خوبی انجام بدم. در این قرار عموده تلمیدخانی که همیشه عادت داشت به احترام شبات روزای جمعه همه لباسای خودش و بچه ها رو اوتو میکشید که برای ورود به شبات آراسته خوب باشه، یه روز جمعه کار براش پیش اومده بود، مجبور شد خونه نباشه. دیگه نزدیک به غروب، نیم ساعت یه ساعت مونده بود به غروب روز جمعه، اومد خونه، حالا عجله داشت دوش بگیره لباس بپوشه، اما دید که هیچکونو از لباس ها اتو نکشیده، چون که هیچ وقتی اجازه نداده که آقا چه میدونم بچهش هم بیاد توی زمینه کمک بکنه. حالا ممکن دفعه اول هم خوب اتو نکشه، اما به تدریج یاد میگیره، یا این خود به خود اینه که از ذهن خانومش هم دوره دیگه، همیشه این مسئولیت به عهده آقا بوده این کار خونه رو انجام بده. به همین خاطر آدم باید بین این همکاری کردن، کمک کردن، با دخالت نابجا کردن تفکیک قائل بشه، حد و حدوده رو بسنجه و چگونه بیان کردنش هم که گفتیم خیلی مهم قلمداد میشه که چگونه این موضوع رو حالا برای همسرش و افراد خانواده است یا حتی همکاراش و محیط کارم به همین شکله. کسی که اجازه نمیده، حالا اون کسی که حالا شاگردشه کنارش هست، ایش وقت اون کار رو انجام بده، تا میاد دست بزنه از دستش میگیره، نه اینجوری انجام نده، نه بعد توقع داره که تو چند سال هم هست اینجا هستی یک کار یاد نگرفتی. اولا مشکل از خود او بوده که اجازه نداده که طرف مقابل کار یاد بگیره. خیلی اصلا میگه که من مثلا شاگردم میگیرم، حقوق خوبم میدم، تو زمینای مختلفش کمک میکنم، راهنماییش میکنم، نمیدونم چرا ول میکنه میره، یه تشکرم نمیکنه، غافل از اینکه شیوه یه رفتار خودش اشتباهه. خیلی وقتا تو همون کارهای کوچیک یه تشکر کردن، تشکری که خیلی وقتا هم میشه طرف ممکنه بگه آه دست در نکنه، خیلی ممنون، خیلی ممنون هم که دیگه نکنه، تا همین حد دست بوده این تشکر نیست. اما وقتی که از صمیم قلب تشکر میکنه، تشویق میکنه تو کاره کوچیک، این خودش بزرگ میشه، این کوچیک و بزرگ هم نداره. دیدیم وقتی که شما یه بچه کوچیک رو تشویق میکنی چه کیفی میکنه، اون حالا ریاکاری بلد نیست، خیلی مخفی نمیکنه احساسات خودشو، آدم های بزرگ میپوشونن بسیار مخفی میکنه، اما کدوم آدم بزرگی هم هست که وقتی که به جا ازش تشکر میکنن خوشش نیاد. حالا حتی چه میرم
مقام بزرگی باشه، جایگاهی بزرگی باشه، یه احساس آرامش به آدم میده. طرف مقابل از کار من راضی بود، خوشش اومد. و به خصوص تو ارتباط زن و شوهر که این نیرو و قدرت رو دو طرف از همدیگه میگیره. حالا تو اینجا بحث ما کارهای خونه است. خیلی وقتا کارهای خونه وقت زیاد رو از یه خانم میگیره یا اصلا از داره فکری روانی خصاص بکنه. شاید تو این چیزهایی برای آقایون خیلی به ذهنشون نیاد، میاد میره سر کار برمیگرده میخواد غذای آماده باشه بخوره، اما خیلی وقتا کلی وقت خانم میگه، خانم فکر بکنه که امروز چه غذای درست بکنم که تکراری نباشه، بگم دیروز پیروز هم همینو خوردیم، خوشایند باشه، چجوری باشه. ظاهرن کار نکرده، فعالیت جسمانی نکرده، اما کلی از فکر و ذهنشو گرفته، فکرشو مشغول کرده که چی باشه که هم مناسب مثلا بچهش باشه، هم شوهرش خوشش بیاد، تو چارچوب توان اقتصادی خانوادهشون باشه، فلان باشه. چون من نوعی درگیر این نیستم، به نظرم که چیز مهمی نیست که حالا یه غذایی میخواد آدم میخوره. ولی اگر فکر بکنه که همین غذایی که آماده شد و جلو روش قرار گرفته، از اون فکر اولیش تا این چیزی که حالا سر سفره چیده شده، چقدر از نظر فکری و ذهنی، روی روانی و چقدر از نظر جسمانی تلاش براش نیاز بوده، موقع تشکر کردنه، حتی اگه الان این غذا به نظرش اون طعم مناسبی که اون دوست داره رو نداره، اون تشکره میتونه به طرف مقابل قوت قلب بده. در کنارش گفتم به صورت سوالی، به صورت مؤدبانه دست از عنایت کنه، خیلی زحمت کشیدی، اما مثلا چه بدونم فلان چیزش کمتر یا بیشتر باشه فکر کنم بهتر باشه. ممنونم از که به این شکل هم بیان میشه، طرف مقابل هم که لجبازی نداره، که سعی میکنه تو اون رواله پیش بره. و این از که خود به خود نفع و سودش به خود انسان برگشته و تأثیری که به این شکل براش ایجاد کرده. یه نکته دیگه هم حالا تو بحث مجاور در همین امور خونه هست که خیلی وقتا باعث اختلاف نظر یا برهم خوردن شالون بری در خانواده میشه، تأمین نیازهای خونه است. همیشه انسان باید به فکر باشه تأمین نیازهای خونه، حالا هم جنبه های مختلفی داره، به خصوص نیازهای خوراکی. خیلی وقتا ممکن از دید آقایون، حالا اگه فلان چیز هم نبود یه چیز دیگه میخوریم، اما به خصوص وقتی که بچه های کوچیک تو خونه هستن، نگرانی خانوما خیلی خیلی مضاعف و چندین برابر میشه. شاید انقدر خودش هم نگران غذا خوردنش نباشه، اما اینکه حالا بچه هم صبحونه چی بخوره، نهار چی جلو روش بذارم، شامشو چی بخوره، چجوری باشه، هست. میگم بعض وقتا خیلی ساده به نظر میرسه، اما همین هم باعث دعوا میشه. بچه کوچیک دارن، خانمش میگه که شیر خشک بچه هم داره براخان میشه، برمیگردی شیر خشک هم بخن. حالا آقا هم گرفتاری های مختلف داره، درگیر، یادش میره، میاد خونه، حالوش میگه که شیر خشک نخریدی؟ میگه نه گرفتار بودم درگیر، حالا یه چیز دیگه بخوره. اینجا معمولا اون موقعیست که صدای خانمها رو در میاره، نیاز مستقیم خودش نیستان، اما نگرانیش برای بچه هست که حالا مثلا باید دو بعدم یه بعدم شیر میخوره یا این شکلی بوده. و همین موضوع ممکن باعث اختلاف و جنگ و دعوا بشه. اینه که علارغم همه گرفتاری ها و زحماتی که آدم میکشه، میگه حالا امروز نخردم فردا میخرم فلان اینا، آدم عاقل آینده نگری میکنه، میسنجه چیزایی که فکر میکنه که حالا فردا پس فردا ممکن نیاز باشه پیشا پیش تأمین میکنه، در خونهش قرار میده که این احساس کم بوده
در از اون به این خاطره معمولاً کسی از گرسنگی به این شکل نمرده، اما این احساس روانیه. به خصوص میگم حساسیتی که خانمان نسبت به فرزندانشون، بچه هاشون به خصوص بچه های کوچیک‌تر دارن، این باعث میشه که اعتراض اونا رو، صدای اعتراضشون رو بلند بکنه. شاید خیلی وقتا اگه هنوز ابتدای ازدواج باشه، خودش شوهرش باشه، انقدر نگران کننده براش نباشه. ولی این ضرورتی که یه احساس آرامش میده که اگر من میخوام فلان خوراکی غذا رو برای بچه‌م تدارک ببینم، اون مواد اولیه‌اش تو یخچال هست، آماده هست، آرامش میبخشه. معمولا خیلی از دعواها میگم شاید تو ماهیتش خود موضوع شروع کننده خیلی مهم نبوده، اما بی‌توجهی، کم توجهی که ناشی از اون بوده باعث یه اعتراض شده، باعث جنگ و دعوا، اختلافا، کدورتا و این مسائل پیش بیاد. ممکن یه سری هم خب توقعاتی باشه. وظیفه مرده که گفتین همونطور که تراتر شما فهما شعرها که صدا به اوناتال و ایگرا، تراتر شما به ما دستور داده جز وظیفه که مرد در قبال همسرش و در واقع خانواده داره، گذاشته از این که تأمین یک مسکن، محل زندگی هست، تأمین خورد و خوراک، پوشاک، درد معمول هست که بگیره. یه جایی هم ممکنه حقیقتا مرد مشکل اقتصادی داشته باشه، تأمین بعضی از موارد براش مشکل باشه. یکی از جنبه‌هایی که به زندگی انسان دراخا میده، افراد خانواده چشمشون به دست پدر هست. پدرم ضرورتا باید چشمش رو در دست خدا باشه. اینه که حتی اگه خواسته ای دارن نگه که من نمیتونم، ندارم، چنین کار نمی کنم. این یه احساس خیلی منفی برای چه اون خانوم چه بچه ها ایجاد میکنه، چرا که تکیهگاه خودشون رو پدرشون میدونم اینجا در از اونسی که تکیهگاه شکسته، جای قابل اعتمادی و تکیه ای نیست. میتونه ممکن الان نتونه اینو تعمیر کنه، اما بگه خب سعی میکنم موقعی که جنس خوبش رو پیدا کردم مناسب بود تأمین بکنم. تفیلا بخونی، تفیلا خونده همیشه خوبه، آدم آشیر هم میتونه بگه آدم من تفیلا بخونی دیگه، چه برسه کسی که حالا توی مواردی نیاز داره. این اون احساس ناخوشاینده و برای زن و بچه‌اش نمی کنه. لازم نیست که همه چیزو هم اول کار حتی راستش رو بیان بکنه. خانمش یه درخواستی داره و او الان نمیتونه تأمین بکنه. این که میگه باشه سعیمو میکنم، دروغ نگفته اما راست راست هم نگفته. چون سعی میکنه یعنی همین امروز برام نمیخرم، سعیمو میکنم تا تأمین بکنم. معمولا خود خانوما خیلی سنجیده تر و به خصوص تو امور خانواده زندگی خیلی با فهم بالاتری نسبت به آقایون دقت میکنن. خیلی اونم معمولا عاقل و زرنگ هستن که درک میکنن با وجود که فلان چیزو دوست داره تو این شرایط شوهرش نمیتونه تأمین بکنه. وقتی که شوهرش هم به شکل مناسب برخورد کرده، رد نکرده، بالکل تحمل میکنه، صبر میکنه. توی تورات ارزشا برای زمان که خداوند میخواست هوا رو ایجاد بکنه، کلمه‌ای که به کار میبره میگه وییون، بنا کرد. معنی ساده است ساختن، بنا کردن. از اصطلاحات دیگه که حالا تو خود تورا مثلا کلمه آسا ایجاد کردن یا یسیرا به کار نبرده. به همین خاطر رحمان یه داراش میکنن که خداوند به خانوما بینای ترا یک قدرت بینش اضافه تری نسبت به آقایون داده. بینا فرقش با حخما اینه که حخما ظاهر قضیه از اون چیزی که مثلا حتی با آدم آموزش میده آدم یاد میگیره، اما بینا نکته سنجیه، استنباطه. قبل وقتا دیدی ممکنه مثلا مهمونی جایی رفتیم، خانم میگه که دیدی اون چه رفتاری کرد اونجوری، میگه نه طبیعی بود، میگه نه اون منظورش این بود. ممکنه اول کارم شما بگی نه، اما بعد میره حقیقت حق با خانومتون بوده. اون همون بینایه تراست که از بین رفتار، گفتار
میتونه استنتاج بکنه و استنباط بکنه که یه جنبه بالاتری هست. آقایون معمولا حکماشون بیشتره، خانم‌ها بینای بیشتری دارن، و از این دوتا همکاری داشته باشه در واقع یه خانواده است که هم بر اساس حکما و بینای مضاعف شکل مناسب گرفته. و مجموع این دوتا بحثی که حالا کنار هم دیگه گفتیم در واقع میشه که کمک کردن نه تنها خوبه، خیلی وقتا ضروریه، لازمه، به خصوص که طرف مقابل درخواست میکنه میخواد. اما اون جنبه‌ای که دخالت کردنه در محدوده اختیارات و کار و مدیریت اون، اون جنبه ایست که اختلاف ایجاد میکنه و وظیفه ای که مرد داره کارا تأمین معاش همسرش فرزندانش هست، این رو برای دقیقه 90 و لحظه آخر مخول نکنه. اون نیازهای مبرم و ضروری رو سعی بکنه پیشا پیش قبل از اینکه فرانچیز تو خونه تموم بشه برخا بشه تأمینش کرده باشه که این اطمینان روانی رو برای همسرش یاد کرده باشه که بچه های چیزی کم نمیارن. و اگر موارد رو حقیقتا توانش نیست، بعض وقتا خب شرایط اقتصادی سخته، مشکله، ممکن فرد بیکار شده باشه، درآمدشون قد نباشه، مشکلات دیگه است، خودشو ناتوان نشون نده که من نمیتونم نمیکنم، این تأثیر منفی مضاعف میذاره، بلکه اینکه آقا سعیمو میکنم که اگر این جنبه که میسنجه که خب درخواست کامش داره بجاست، اما فعلا توانه اون نیست، سعی میکنم. اگر میپرسه پس چی شد، میگه هنوز مورد مناسبش رو پیدا نکردم. بازم خیلی وقتا خانم‌ها خودشو خیلی سریعتر از اینکه آقای فکر کنن متوجه امر میشن، وقت که میدونه حقیقتا شوهرش میخواد و امکانشو نداره، نه که شونه خالی بکنه، نه که بهانه گیری باشه، خیلی بیش از اونی که شوهر فکر میکنه همکاری رو انجام میدن و اون موقع است که یک زندگی متعادل‌تر، مناسب‌تر و با شالوم بعید ایجاد میکنه. نکته سر کتاب سفر حیاشار، کتابی که منتصب از حالی هم به ربنوتا هم یک کتابی دیگه از ربن عاشق نوشته، اونجا میگه که آدم عاقل عاقل قلمداد نمیشه، معمولا کسی که آیکیو بالایی داره، هوش و ذکاوت خوبی داره هست. اما میگه این آدم عاقل به صرف اینها عاقل قلمداد نمیشه مگر اینکه سعی کرده باشه که یه تسلطی بر خودش هم داشته باشه. این تسلطه حالا گذاشتم جنبه‌های اخلاقی رفتاری که عصبانی نشه فلان نشه، این جنبه تسلطه میشه که الان که آدم دوست داره تو هر کاری دخالت نکنه، بسنجه ببینه. صد البته اگه دیگه جز افراد خانواده نیست، برای یه زوجی که یک خانواده جدید تشکیل میدن ارقم این که احترام پدر مادر باشن 120 سال همیشه سر جاش هست، بعد اجازه داد که یه سری تصمیمات خودشون بگیرن. قرار نیست که چون من پدر هستم، چون من مادر هستم، تو همه امور زندگی اونا دخالت بکنم. اون چیزاییست که باعث نفرت میشه، چون باره باز اعتماد به نفس اونا رو میگه شما نمیتونید، من باید به جای تو تصمیم بگیرم، من باید بگم تو چی کار بکنی. در دراز مدت نه تنها تأثیر مثبت نخواهد داشت، بلکه متأسفانه عکسش میشه. اونجا هم گفتیم اگر متا میبینه فرزندش راه خوبی نمیرن، به صورت سوالی بگه اگر فلان کار فلان تصمیم رو انجام بدید بهتر نخواهد بود، خودتون تصمیم میگیری، مسئولش خودتون هستینا، حالا با زنت مشورت کن، با شوهرت مشورت کن، فکر کنم اینجوری بکنید بهتر باشه. و اونه که میگم دوباره به فرد این اطمینان رو داره که تو خودت توانایی تصمیم گیری داری، خودت میتونی، برو فکر کن، برو مشورت کن، برو شریک زندگیت بسنج کدوم بهتره. و این ایجاد صلح و صفا آرامش میکنه که انشالله با لطف خداوند همیشه اون شالوم که از جنبه صلح و صفا آرامش تو زندگی ها چه از نظر سلامتی برای ما هم برقرار باشه. آمین که ایداستون.